مواد شیمیایی که در این حملات به کار برده میشه چه تاثیری روی بدن داره و شیوه مقابله با اون چیه و چرا رژیم تلاش میکنه روی علت و منشأ این جنایت سرپوش بگذاره در رابطه همراه هستیم با دکتر ابراهیم جدی سلام میکنم خدمت شما دکتر جدی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید به عنوان اولین سال این مواد شیمیایی چه تأثیری بر بدن داره و شیوه مقابله با اون چیه ضمن سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه شما من امیغترین احساساتم را لسار تک به تک خانواده این عزیزان و همینطور مظلومان این اقدام ضد بشری هولناک می کنم و خودم را در اندوه تک به تک آنها شریک می دونم در جواب سوال شما باید خدمتون عرض کنم که همه مواد شیمیایی سمی از راه های مختلف دستگاه تنفسی پوغانی، دستگاه گوارش، پوست، چشم میتونه وارد بدن بشه و عوارض سریع و کشنده و یا ناتوان کننده را برای افراد بر جا بذاره چون از اسمش هم پیداست مواد شیمیایی که برای بدن انسان اساسا مزره این علائم از چند بعد از شروع حمله شروع میشه تا میتونه مصوم رو از پا بیانزه ممکن برای ساعتها و روزها بیمار رو از کار بیندازه این رژیم اتفاقا ید طولایی در استفاده از گاز شیمیایی در جنگ با عراق داشته و متاسفانه متاسفانه سازمان های مسئول به دلیل مباشات و زد و بندهای کثیف اقتصادی که با این رژیم داشته و دارن هرگز وارد مقوله انسانی و حسابرسی از رژیم نشدن بنابراین رژیم هم با دست باز به مدارس دختران خودش هر روز حمله میکنه و این فجایع را ایجاد میکنه بعد هم جانیان جمع میشن و وزیر جنایتکار بهداشت و درمان مدعی میشه که این موارد مسمومیت بوده و نه حمله شیمیایی و از همپالیکیاش هم میخواد دیگر از این کلمات مسمومیت استفاده نکنند بلکه بگویم بیحالی شرم بر شما باد که با یدک کشیدن وزیر بهداشت و درمان این شکلی با مظلومان برخورد میکنید این رژیم که از همان روز به قدرت رسیدنش که در بیش از 44 سال که خون مردم را ریخته امروز سردمدارانش با بگاهت و بیشرمی در روز روشن اعلام میکنن که نگویید مسمیت بگویید فلان کوفت و زهر مار اینا حالشون نیست که پس چرا این مسئله فقط در مدارس دخترانه اتفاق میفته حالا هرچند که اخیرا برای رد گم کردن در برخی مدارس پسرانم این کار را کردن سوال اینه که چرا این مسئله در مجلس رژیم نمیفته چرا در بیک که انکبوتی خامنه ای دشکیم نیست چرا در کاخ رئیسی جلاد 67 نیست آخه بابا در تبریز در محله باغ میشه این داستان اتفاق افتاده با چه وسیله ای این مسئله به ایزه شاهین شهر شهرهای دیگر منتقل شده است این تصور نمی کنن که مردم در اصل ارتباطات زندگی می کنن خالق علی خامنه ای جنایتکار اول این مسئولیت ها را در آن ویدیوی ساختگی در هنگام به اصطلاح درختکاری جنایتی غیرقابل بخشش کند که در صورت عمد باید بجازات اعدام داشته باشد کی باید اعدام بشود به رحیمی نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی همین رژیم در نطق میان دستور خود با اشاره به مسمومیت دانش آموزان خطاب به وزیر کشور گفت متاسفانه مسمومیت سریالی دانش آموزان چند ماهی است به گستردگی ایران در حال بگو است و به موضوع پرچالش و بدون جواب تبدیل شده است در آخرین گزارش که همین امروز به دست من رسیده همین دیروز دستکم در 24 مدرسه در تهران کرج و گلشه و چند شهر دیگه اعلام شده که رژیم ددمنش حالا اعلام میکنه که علت مسئولیت ها و به قول خودش بدحالیا در اثر تمارز و تلقین است من شک ندارم که این دشکیمان اصلا نمیدونن تمارز چه خب در حالی که الان خودتون هم اشاره کردیم بسیاری از شواهد پزشکی با سراحت بر استفاده از مواد شیمیایی تاکید داره چرا رژیم سعی داره بر روی علت و منشه این جنایت سرپوش بذاره و اونا رو بدحالی دانش آموزان جلوه بده و به همین موضوع تقلیل بده آخه ببینید کدوم جنایتکار در تاریخ بشری به خودی خود به جنایتهایش اعتراف کرده که این رژیم این کارو بکنه مگر شاه به اون همه کشکش کش را در زندانهایش اعتراف کرد مگر هیتلر این کار کرد اگر اعتراف بکنه که دیگه کار تمومه یادتونه بابای شازده گفت مردم من هم صدای انقلاب شما را شنیدم و هنگام فرار از ایران در فرودگاه مهرآباد گفت میخوام برم برای استراحت واقعیت اینی که بیش از هفت ماه که در کف خیابانهای ایران جوانان و خصوصا دختران این میهن با جسارت بینظیر به میدان اومدن تا این آخوندار رو سرنگون کنند و به کمتر از آن هم قانع نیستن و نخواهن شد رژیم برای انتقام گیری این جنایت فجی را مرتکب شده و میشود میخواد به این کارهایش همه این جوانان را مشغول کنه و هم خانواده ها را بترسونه که آنها جلوی جوانان و دختران را بگیرند و همین که آنها را بترسونه در حال که کور است این انقلاب که در کف خیابان های ایران همچنان در حال شوره کشیدن است هرگز و هرگز به این جنایت ها خاموش شدنی نیست و نخواهد بود امروز کانون های شورشی دمار از روزگار این آخونده و هم پالکی هایش در آوردند و مجبورش کردند که آخوندا در به مسمومیت جمعی دختران مدارس رو بیا برد. تا برای خوشون برای یه دوره کوتاه مدت برگ بقا کسب کنند اما هیهاد هیهاد من از همین نست در کف قیابون قسم خورده است که هرگز از خواسته بر حقشان کوتاه نخواهد آمد این داستان همه جنایتکاران در حل لباس و در حد پیراهن است خب دکتر جدی به عنوان آخرین سال رژیم چه هدفی از این جنایت داره و ارزیابی شما از شباهت این جنایت با کرونا چیه؟ خامنه ای در بنبست استراتژیکی ناشی از قیام و پاسخ ندادن حاکمیت به خواستای مردمه مجبوری که به مهار اعتراضات دست بزنه او تلاش میکنه که با ایجاد مسمومیت در مدارس دخترانه جبه جب اعتراضی جامعه را به این چالش مشغول کنه و در واقع کم بکنه و افکار اومیرا رو با این چالش دنبال کنه همچنین باید در نظر داشت که زنان و دختران در قیام اخیر پیشراز بوده و خامنه ای میخواد به این صورت از آنها انتقام بگیره هر چند خامنه ای تلاش میکنه با این حملات مانع شعل بر شدن دوباره قیام ها شود اما وی یک اشتباه محاسبه جدی دارد به باور من جامعه ایران بعد از شش ماه اعتراض در یک حالت غلیان و انفجاری به سر هر اقدام حکومت از جمله مسمیت دختران دانش آموز میتونه باعث ایجاد جرقه یک اعتراض بسا بزرگتر و رادیکالتر بشه قیامی که با توجه به کوچیکتر شدن قاعده حکومت در چند ماه گذشته بی, بی تردید شرایط بحرانی تری برای خامنه ای و حاکمیتش در پی داشت وقتی در زمستان سال 98 اولین سویه های کرونا وارد ایران شد مثل همه کشورهای دیگر گمان بر این بود که حکومت خامنه ای هم بلافاصله دست به کار بشه و در جهت مهار آن تلاش بکنه اما حیات مقامات حکومت تهران به دستور خامنه ای درست عکس فرایند جهانی عمل کردند ابتدا تا مدت ها ورود کرونا را انکار کردند بعد از همه گیر شدن آن ورود واکسن را ممنوع کرد و آنقدر بر این کارش اصرار کرد که به کشتار روزانه بیش از هزار ایرانی بیگنا منجر شد طوری که آمار کشتار کرونا در ایران به بیش از 500 هزار نفر رسید خامنه ای این فاجعه را تنها با یک هدف رقم زد حفظ بقای خود با تأخیر انداختن در با تأخیر انداختن در پیام مردم با سونامی کرونا این حملات که هزاران نفر را بیمار کرد تازه ترین شواهدی است که نشان میده رژیم در حال از دست دادن کنترل خود است مثل دیکتاتور قبلی پدر شازده که کشتار میدان ژاله وقتی مرتکب شد بعدم رژیم به سرعت به سمت سرنگونی پیش رفت این سرنوشت همه دیکتاتورهای تاریک بوده و هست و خواهد بود من اجازه می کنم در پایان عرایزم از همه جوانان و دختران قهرمان ایرانی بخوام که به هیچ عنوان تسلیم خواسته های و هم پارکی هایشان نشند و باید باور کنند که حق گرفتنیست از دست شاه باشه یا آخوند باشه یا بچه شاه بله ممنونم از شما دکتر ابراهیم جدی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراه ما بودین خیلی ممنون و خدا نگهدارتون منم از شما متشکرم